هفته گذشته 13 مهر ماه برابر بود با 5 اکتبر روز جهانی معلم و به همین مناسبت در بیش از 20 شهر کشورمون شاهد برپایی تجمعات اعتراضی معلمان بودیم که از طرف کانونهای صنفی معلمان فراخوانده شد. این اولین بار نبود که شاهد تجمع معلم ها بودیم، بلکه در طول ماه‌های گذشته بارها و بارها دیدیم که اینا در صحنه به قول خودشون جنبش عدالت خواهی معلمان بودن. اولین سوالی که طبیعتاً به وجود میاد در این رابطه این است که این کدوم شرایط است که معلمان رو به صحنه مبارزه آورده؟ به قول یکی از فعالین این کانون ها، من فکر کنم حسین باقری بود از کانون معلمان همدان اگه اشتباه نکنم، ایشون در مصاحبه میگفت که ما به هیچ وجه علاقه به این نداریم که تجمعات اعتراضی برگزار کنیم، بلکه شرایط ما رو وادار کرده که به چنین کاری دست بزنیم. حالا سوال این است که اون شرایط چیست؟ چرا معلمان به جایی که در آسایش و رفاهی که حقشون هست بتونن به آموزش پرورش کودکان ما بپردازن، مجبورن بکنن کار زندگیشون رو بیان تو خیابون و خطر زندانی شدن و غیر و ذالک هم به جان بخرن؟ اون شرایط کدوم است؟ شما چه می‌بینید؟ ببینید، به نظر من اولا اون یکی از اون شرایط رو در خود این قطعنامه هاشون و حرفهاشون سخنرانی هاشون خیلی سرراست گفتن. اون ده ماده‌ای که بیان کردن خیلی سرراسته. مسئله بودجه نداره آموزش و پرورش، بودجه لازم رو نداره و اینها به معلم‌ها به حد کافی رو نمیدن. یعنی وضعیتیه که معلم‌ها زیر خط فقر هستن و این رو خیلی سریع بیان کردن که حتی اونهایی که اضافه کار دارن، اضافه کار میکنن، 9 ماه حقوقشون داده نشده. مثل خیلی جاهای دیگه این مسئله خیلی حیاتیه. بعد جالبه که معلم‌ها همین مسئله رو عمومیت دادن و این یکی از اون عنصر پیشرو در جنبش معلم‌هاست. یعنی فقط وضعیت ما اسفناک معیشتی خودشون رو مطرح نکردم، بودجه کل آموزش و پرورش میگن اصلا غیر قابل دفاعست. بنابراین که میگن بایستی آموزش برای دانش آموز سرانش بالا بره و میگن که بایستی مسئله در واقع کسانی که در واقع در بچه های محروم هستن، حتی مهاجرها رو اسم بردن، کودکان مهاجر، مناطق فقیر، مدرسه هایی که غیر قابل در واقع حفظ هستن، اونجا خطرناک هستن، کارگرها، معذرت میخوام، دانش آموزا هستن، جمع بشن و اینا. اینها رو مطرح کردن که خیلی دقیق و حساب شده در واقع مطرح شده. یک چیز رو به نظر من نگفتن البته و قابل فهمه که چرا نگفتن. اون عبارت از اینه که در نظام ولایت فقیه آموزش یکی از کانونهایی که جمهوری اسلامی منظم و سیستماتیک باید سرکوب بکنه. یعنی آموزش جاییه که اون رجایی اوائل گفته بود به معلم‌ها که اعتصاب کرده بودن، رفته بودن پیش شغلان تصفیه و پاکسازی شده بودن، گفته بود یادتون باشه 3 چیز رو به شما نمیدیم: اولا تفنگ رو هیچ وقت، یعنی به غیر اسلامی ها، دوم قضاوت رو، سوم آموزش رو. این خیلی خیلی سرراست. ماجرا اینه که اینها روحانیت که تا انقلاب مشروطیت و بعد از اون که جنبش آموزش جدید شروع شد به وسیله نمیدونم رشدی یا حسن رشدیه، پرورش، تربیت فلان و اینها، این آموزش جدید شروع شد، در واقع این کنترل آموزش کودکان از دست اینها خارج شد، از دست آخوندها. اینا باید دوباره قبضه بکنن و این قبضه کردنشون به وسیله حوزه‌های امنیه دیگه ممکن نیست. بنابراین باید در کنترل کامل نگه داشته باشن. یک نظامی که ولایت فقیه و شریعت عهد بوقی اسلامی رو میخواد اجرا بذاره، فلان اونو احیا بکنه، نمیدونم بر تمام عالم حاکم بکنه، منظمن بایستی آموزش رو، فکر بچه ها رو کنترل بکنه و آموزش دهندگان به اصطلاح نیروی کار رو کنترل بکنه، نیروی جوان رو کنترل کنه، فلان بکنه. این چیزیه که آموزش، معلم ها و دانشجویان ما، همینطور دانش آموزان ما اگه یه کمی به اصطلاح جلو بیان،
مسلمه که با اون درگیری مداوم وجود داره و این رو معلم ها خب به دلایل روشنی نگفتن، ولی خب یه چیزهایی رو گفتن که همین رو هم خیلی خوب نشون میده. البته خوب صلاح رو در این دیدن که با رژیم اونطوری رو در روی ایدئولوژیک نداشته باشن فعلا، ولی خیلی روشنه مثلا روز 13 مهر یا 5 اکتبر رو به عنوان روز جهانی معلم برگزار میکنند و از یونسکو اسمی برند که در واقع توانمندسازی معلم، آزادسازی معلم فلان و اینا، و خیلی روشنه که چی دارم میگم. به نظر من این خیلی مسئله خیلی حادیه که سرکوب معلم ها ادامه پیدا خواهد کرد، ولی این مسئله ای که در این ابعاد شروع شده هرچه بیشتر این رویارویی به ضرر نظام مقدس جمهوری اسلامی تمام باشه. حرکات گسترده‌ای که داشتن معلمان در طول این مدت، من جمله تومار اعتراضی که داشتن به مجلس 140 هزار نفر امضا کردن برای اینکه از مجلس بخوان که بودجه عادلانه رو به همطور که شما گفتید آموزش پرورش اختصاص بده، علی‌رغم تمام این حرکت هایی که شاهد بودیم و هستیم، مقامات جمهوری اسلامی وقعی به این اعتراضات نذاشتن و حد اکثر مثل این بار که یکی از این مشاوران وزیر آموزش پرورش اومد یه سری صحبت هایی کرد از اینکه معلمان عزیزند و غیره و زاله کنیم، ما بودجه عادلانه رو مدت هاست که در جریان داریم و از این شعارهای به این ترتیب. ولی در کنار این قضیه شاهد این هستیم که اخبار چپاول ها و این که نمیدونم حساب های میلیاردی رهبر و فک و فامیلش رو همین هفته گذشته شاهد بودیم و غارت مدارس و نمیدونم خصوصی کردن و غیره و ذالک، که همه اینها ضد همون چیزهاییست که حتی به قول معلم ها در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم روش قید شده. و در کنار این شاهد دستگیری ده ها معلم و کنشگر آموزگاران هستیم مثل اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی و مختار اسدی و اسامیشون اینقدر زیاد است که با توجه که همه میدونن ازش میگذاریم. ولی در چنین شرایطی سوالی که به وجود میاد این است که با توجه به همه این شرایط چه نیروی لازم هست، چه اقدامی، چه نیروی رو باید وارد صحنه مبارزه کرد و معلم ها به چه ترتیبی میتونن به قول معروف توجه مسئولین رو جلب بکنن به این قضیه و به خواستهای خودشون تا اندازه هم خوشو در درقل برسن؟ من به نظرم معلم ها خودشون بهتر میدونن، اونا معلم های همه ما هستن دیگه، اونا میدونن چه کار بکنن. اونها شروع کردن و ادامه خواهند داد به نظرم، یعنی بایستی مدام این حرکت های سراسری توجه داشته باشید. در همین 20 تا استان یا 20 تا شهر بزرگ این برگزار شده، یه شهرهای بیشتر 20 تا استان در واقع برگزار شده. مسئله اینه که اون 15 استان دیگه چی شده، اونها رو هم بایستی به اصطلاح داشته باشم. معلم ها این حرکت ها که ادامه پیدا بکنه ممکنه اول کوچک به نظر برسه، چه البته دیگه کوچک به نظر نمی رسه، عوارض بسیار به اصطلاح گسترده ای داره. من فکر می کنم که این شباهتی خواهد داشت به، اگر اینا ادامه پیدا بکنه، به اون چیزی که به یه مقاله نوشتن علیه خمینی، تظاهراتی شروع شد، در اون تظاهرات یه عده کشته شدن در سال 56 و فلان و بهمان، بعدن این چهل ها و فلان و اینها، همین ماجراها رژیم شاه رو کلافه کرد و میدونیم به کجاها رسید دیگه. ادامه این ماجرا و دامنه حرکت وقتی بزرگ میشه، مسئله خیلی وسلا از کنترل رژیم خارج خواهد شد، این درش تردید نیست. توجه داشته باشید که این جنبش معلمان شوخی نیست، معلم‌ها در واقع بزرگترین بخش اقتصاد هر کشوری رو در هر به جای دنیا در دست دارن. آموزش شوخی نیست. این ارنست گرنر یکی از اون جامعه شناسا، مردم شناسان اجتماعی و فلان و بهمان، که ضمن یکی از تئوریهای معروف مسئله ملیت، یه چیز خیلی قشنگی داره. ببینید که تمدن سرمایه‌داری تمدن سمانتیکه، اون میگه، و یعنی این که شما مهارت میخواهید یاد بگیرید، مهارت رو در رو همش یاد نمیشه گرفت.
در مقیاس کلان. بنابراین که آموزش در مقیاس عمومی وجود داره در کشورهای سرمایه‌داری، سرمایه‌داری رو میطلبه، لازم داره نیروی کار ماهر. باز تولید نیروی کار ماهر و تولید و باز تولید نیروی کار، این آموزش، این صنعت آموزش. بنابراین سراسری ارنست گلنر یه حرف جالب میگه که میگه اون اینقدر بزرگ که در هیچ کشوری فقط به اصطلاح بخش خصوصی نمیتونه این کارو بکنه. حتی خیلی طرفداران بخش خصوصی باشن، دولت امورش رو در دست میگیره. خیلی مسئله حیاتیه. در چنین جایی این نقطه اولا بزرگترین بخش اقتصاد کشور رو در دست داره. سامیان محل تلاقی خیلی چیزاست. توجه داشتید که گفتن که زنهای معلمای زن بیشتر از مردها بودن. در مناطقی که ملی ها بودن، که جنبش های ملی هستن، در واقع در خوزستان و در کردستان خیلی بیشتر بود، خیلی پررنگتر بود. متاسفانه در بلوچستان حالا نمیدونیم به چه دلیلی اونطوری نبوده، شرکتی دیده نشده فعال. ولی یه مسئله است، مسئله این تلاقی معلم ها با جوانان دانشجویان و دانش آموزان مثلا متوسط و فلان، این بیداد خواهد کرد. مسئله به این سادگی ها نیست. بعد سراسری بودن حرکت بر کل جنبش کارگری اثر خواهد گذاشت. ما اون خواستی رو که مسئله دیرینه من بود که جنبش تشکلهای مستقل سراسری، اینا اصلا مطرح کردن این رو. دیدید یکی از اعتراضاتشون این بود که این دولت روحانی اومده میگه که استانی کرده، ما میخواهیم تشکلهای سراسری مستقل داشته باشیم. دقت بکنید این مسئله، این آموزشیه برای همه کارگر. طبقه کارگر در واقع از معلم ها یاد خواهد گرفت. اونهایی که بعضی از متاسفانه چپ ها، که مثلا بعضی هاشون متاسفانه که متوجه نیستن و معلم ها خورده بورژوا هستن و بلا، تصادفا معلم ها اون بخشی هستن که در تمام کشورها میبینید دیگه. شما تشکل های معلم ها خیلی جا تشکل های صنفی و اقتصادی کارگران رو شتاب میدن، کاتالیزور هستن، لوکوموتیوشون هستن. بنابراین در اینجا مخصوصا اینطوریه. در اینجا یه ویژگی که هستش، همون که اشاره کردم، این علاوه بر این روشنایی رو به بار میاره. در واقع توجه داشته باشید که این معلم در واقع نماینده روشنایی در مقابل تاریک اندیشی رژیم شریعت، جامعه شترچران. دقت بکنید این مسئله خیلی مهمیه. نمیخوام بگم همه معلمان نمیدونم ضد مذهب و فلان هستن، اصلا چنین چیزی نیست. خودشون بهتر از همه بیان کردن. بعد معلمات دیدید که چقدر درخشان مطرح کردن، گفت اصلا آیه عبدی گفته یا کدومشون گفته که بداوی گفته، شاید اشتباهی میگم، که گفت قانون اساسی رو عوض کردید، ماده 30 رو بیان که به رفراندوم بذارید، به چه حقی گذاشتید؟ میگه که آموزش رایگان و همگانی حق مسلم هر فرد ایرانی، چرا عوض کردید؟ خصوصی کردن آموزش رو. کودکان میگه که اصلا شما از خانواده چرا چیز میگیرید، پول میگیرید، چرا خصوصی میگیرید؟ مخصوصا آموزش و پرورش پیش دبستانی رو اعتراض دارن تماما، میگه 100% شد سپردن به چیزا. مطالبی رو که مد آموزش به زبان مادری رو مطرح کردن، دقت بکنید در اون یکی از خواسته هاشون اینه دیگه. اینها رو نگاه کنید، اصلا روشنایی است در مقابل تاریکی و تاریک اندیشی. بنابراین که خیلی حیاتی، اینطوری به آسانی تمام نخواهد شد. در همین بحثی که الان داشتید یه موضوع دیگه مطرح میشه و اون این که خب طبیعتاً جمهوری اسلامی و مقامات و مسئولینش هم بیکار ننشستن. علاوه بر اون جو رعب و وحشتی که سعی میکنن از طریق دستگیری فعالین جنبش معلمان به اصطلاح به پیش ببرن، در این حال شاهد اینم هستیم که به اشکال مختلفی تلاش میکنن که جنبش عدالت‌خواهی معلمان رو به نوعی به انحراف بکشن. اگر شده از طریق این که مثلا هر دو جناح و جناح‌های مختلف که به نوع اینها رو وابسته به خودشون بکنن و از خواست‌های اینا به نوعی امتیاز بگیرن از جناح رقیب و غیر روزانی، و علاوه بر اون خطر فرق گرایی که از جانب در حقیقت جنات غیر دولتی هم ممکنه وجود داشته باشه در برابر این جنبش،
برای پرهیز از این خطراتی که متوجه جنبش معلمان و جنبش‌های مشابه هست مثلا، چه نکات و چه ویژگی‌ها رو باید مورد توجه قرار دادن؟ ببینید اولا قبل از همه ما معلم ها خودشون قشنگ گفتن، گفتن ما مستقل هستیم، ما صنفی هستیم، چیز سیاسی نمیگیم. نه چیز سیاسی نیستن، مگه میشه معلم سیاسی نباشه؟ اصلا آموزش یعنی سیاست. ولی خیلی دقیق میگن ما بسته چیزهای دیگری رو مطرح نمی کنیم و میبینیم به خیلی دقیق مطرح میکنن اصلا، و میگن که به هیچ جناحی هم وابسته نیستن، دقت بکنید دیگه. و بعد هم هشدار میدن که این مال معلم هاست، دقت کنید. و هشدار میدن وارد اینجا شدید شعارها رو عیناً تکرار بکنید، شعارهای دیگه به وسط نیاد. دیدید که بعضی جا حتی بعضی شعارهایی رو گفتن، اونا خیلی قشنگ میدونن. ولی در یه نکته من در تایید همین مواضع دقیق معلمان بگم، ما تشکل مستقل، مستقل از دولت و دولتی ها و همینطور از احزاب، این تمام جنبش اینطوریه. در مورد معلمان حتما باید اینطوری باشه، چون خیلی مسئله حساسی به این بزرگی، این گروه های سیاسی، سازمان های سیاسی و فلان بیان که از اینجا، حتی با نیت خیر، همه ایشون اینطوری نیست که مثلا بیان از اونجا مثلا به نام خودشون چیزی درست کنن، ولی مستقل باید باشن. در واقع داشتم میگم تشکل طبقاتی این نیست که مثلا احزاب بیاد اونها را قبضه بکنن. هر حزبی حق داره در بین معلمان فعالیت کنه، در بین کارگران فعالیت کنه. ولی اینکه شما فکر کنید که اتحادیه مثلا اتوبوس رانان تهران را به خودتون ملصق بکنید، این به ضرر اتحادیه است. این آموزش کارل مارکسه، این آموزش محمد رضا شاکری نیست، نظر من نیست. فصل دوم مانیفست حزب کمونیست رو بخونید، اساسا ما داخل کار طبقه کارگر نمیخوایم یه حزبی تشکیل بدیم. بعضی اینو اینطوری تفسیر کردن، مارکس انگلس اون موقع هنوز به حزب اعتقاد نداشتن، ولی بعدها که حتی به حزبم اعتقاد داشتن، درباره حزبم نوشتن، چرا عوض نکردم؟ مانیفست میدونیم که بعدا تبصره های نوشتن و چرا عوض نکردن؟ نه اصلا اینطوری نیست، چون اون مسئله سطح مبارزات اقتصادی و صنفی یک سطح مستقلیه به قول انگلیس، همونطور که مبارزات سیاسی یک سطح دیگر که اونم استقلال خودش رو باید حفظ کنه، یک سطح فکری هم داریم مثلا، اینا رو بایستی خودش رو حفظ کنه. به نظر من معلم ها در اینجا هم معلم های همه ما هستن، اونا خوب میفهمن که چه بکنن و بنابراین نذاشتن خیلی دقیق اینها رو فرمول کردن. به نظرم همون راهی رو که شروع کردم برن جلو، شکست رژیمی ها حتمیه و پیروزیشون ممکنه دیر باشه یا زود باشه، ولی به نظر من سوخت و سوز نداره. سپاسگزارم رفیق محمد رضا شاهرگونی. زنده باشید رفیق دانشجو.